Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulihi wa habibihi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Wa ala ashabihi wa azwajihi da'ina ila sirati mustaqim Amma bada salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Binandagani giramin qadr wa shunavandagani muhtaram Chigune ki ba ma u shuma ma'lum bud Tuli yakchan waqti ziyad در تارنامه‌ای مقصد شبکه اینترنتیمون ما خیلی موادمون مقصد موادای ویدیویمون کم با میان موندیم زیرا اینکه مسئولیت و فعالیت کاریمون خیلی سر محصول که هست ما از این کار خیلی دور افتاده بودیم با عنایت الهی با فضل و رحمت پروردگار اکنون از امروز شروع میکنیم و در هر یک دقیقه و وجب عمرمون از شما عاجزانه خواهش میکنیم که در دعاهاتون برای رشد و نموی کاری ما و برای با برکت شدن علم ما برای فضل و رحمت یافتن علم ما و شامل شدن به رحمت خدا دعاهای خدا دریغ ندارید زیرا اینکه کاری علم کاری قلم این کاری بی‌نهایت پر محصول است و خیلی کاری حاصل طلب است در این نیرو میخواهد قوه میخواهد خیزش میخواهد مقصد خانش می خواهد همه این به یک عنایت الهی می شود در دعاهای خیش در نمازهای خیش در فتوحات و نیایش خیش بنده را هیچ مال فراموش نکنه تا اینکه همت و حمیت دینی ما را خداوند بلند گرداند تا به کام تشنگان دین و تا به سمع گوش کنندگان دین ما این آیات و عباره ها را رسانیم امروز شروع کردیم به یکی از نازکترین مسائل های دینی مبین اسلام که اصلا اسلام به سه بخش تقسیم است یکی بخش عقاید دیگر بخش احکام دیگر بخش اخلاق و امروز ما دوام سلسله بحث های عقایدی مونه که علم توحید و خدا شناسی را به میان میگذاریم و اینا چیکار میکنیم حل و فصل میکنیم به همون علمی که خدا به ما داد به همون درکی که خدا به ما و شما عطا کرد همون مجموعه کتاب های عقایده که نسبت عقیده اهل سنت و جماعت گپ زدن از آن جمله مذهب حضرت امام ابو حنیفه مذهب حضرت امام مالک مذهب حضرت امام شافعی و مذهب حضرت امام احمد ابن حنبل که در راه حق بدن در عقیده حق بدن و شما بینندگان چنین ظرف و گنجایش علمون به میان میمونیم چگونه که صاحبان عقیده و متنهای مشهور موضوع را به میان ماندن که عقیده حضرت امام ابو حنیفه نسبت تمام امامان اهل سنت و جماعت در اصول دین و در اصول شناخت خدا و توحید یکان فرقیت ندارد یعنی که چگونه که حضرت امام راه را انتخاب کردن این راه سلف صالح بود راه صحابه بزرگ بود راه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بود اعتقاد امامان مذهب در مسائل اصول دین غیر از مسئله ایمان همشان یگانه است در مسئله ایمان حضرت امام ابو حنیفه میگن ایمان کم و زیاد نمی شود اما دیگر اماما بر همین عقیده هستند که ایمان کم و زیاد می شود اما در شناخت اصول یعنی که فوندامنت خداشناسی همشان یک هستند چه در خداشناسی چه در ملائکه شناسی چه در کتاب شناسی چه در پیغمبر شناسی چه در آخرت شناسی چه در زنده شدن بعد مرگ چه در بهشت شناسی چه در دوزخ شناسی در این مسئله هم امامان در راه و رویش هستند که در این راه و رویش پیامبر و صحابه او بود اما در مسئله ایمان کم و زیاد میشه ولی جای خودش میبه بحثش حضرت امام مکتب خود شنا دارن که ایمان کم و زیاد نمیشه اما دیگر مذهبای اهل سنت میگن ایمان کم و زیاد میشه با دلیل های قرآنی و حدیث اونها اثبات کردن حضرت امام هم با دلیل و حدیث های جناب پیغمبر اونها اثبات کردن اعتقاد چهار امام مثل امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل همون عقیده است که بر آن کتاب و سنت دلالت میکنه یعنی که کتاب و سنت به همون دلالت میکنه قرآن و سنت
از او سرچشمه میگیره. قرآن و سنت مصدر اساسی دین مبین اسلام است. این چهار امام بر حق بدن، راهشان حق بد و این چهار امام منهجشان حق بد. میان این چهار امام در اصول دین خلاف نیست، یگان در اصول دین اینها خلاف ندارند، بلکه همه بر ایمان و اعتقاد بر صفت خداوند اتفاق دارند که خداوند دارای صفت ها است. خداوند صفت های فعلی داره، صفت های ذاتی داره، صفت های ثبوتی داره، صفت های سلبی داره. این الله جل و علا شانهو دارای این گونه صفت ها را این چهار امام چکار کردن؟ اتفاق دارند و در این مسئله ها عقیده خدا راه سلف صالح بیان کردند. همچنین بر این که قرآن کتاب خدا است و غیر مخلوق است، و بر این که ایمان البته باید در آن تصدیق قلب و اقرار به زبان باشد. این چهار ایمان گفتن که ایمان گفتنی به زبان است و تصدیق به قلب است، و اینها گفتن که قرآن کلام خدا هست، در قفسهای سینه حفظ شد، در صحیفه ها نوشته شد، بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. لفظ ما، کتابت ما، گفتار ما مخلوق است، اما اون کلام جاودانه خدا که آمد و رسول الله رسید، انا همون کلام ازلی خدا مخلوق نیست. اینها بر همین نظرن، بر همین عقیده بودن، ماندن و مردن. این امامان اهلی چهار مذهب. البته باید در آن تصدیق قلب و زبان موجود باشد، در ایمان گفته است. خصوصا صاحبی نیبراس هم آورده است که و هازا مذهبنا و اعتقادنا، گفته این مذهب ماه و عقیده ماه. همه چهار امام اهل کلام را انکار میکردن. همه اینها اون امامایی که از فلسفه و منطق ارسطویی، از فلسفه و منطق یونانی، از فلسفه و منطق جوهر و عرض و تصور و شکل بندی هایی که عقیده پاک اسلامی را در تشویش و در غلط و در خطر انداخت، هر چهار امام علمای اهل فلسفه و اهل حش و اهل مقصد سفسطه را بسیار بد می دیدن و مذمت می کردن. زیرا که فلسفه علمی است که خصوصا عبدالملک جوینی می بیارد، این علمی هست که من در یک تاریکی برد و من در یک چاهی تاریک در آمدم به این علم کلام، گفته اساسا اثبات حقیقت نیافتم و همین قدر فهمیدم که علم حق این قرآن و سنت رسول است. دیگر علم ها شما را در تشویش میندازن، عقیده ها را فساد میکنن، با آن چیزهایی که شما را حق نداد از طبیعت و شریعت به اون دست میزنه شما. اما هر کسی گوه که همه علم کلام فلسفه و منطق فایده، گفته شما ضرر کرده. امام غزالی منهج ما منهج اسلام است، منهج ما منهج پیغمبر است، راه و رویش ما راه و رویش صحابه است. خداشناسی ده این عقیده ها را وارد کردم. هر چهار امام گفته صاحب نیبراسی را شون می دیدم، زیرا اهل کلام با فلسفه یونانی و مذاهب کلامی متاثر گشتند. یعنی در زمانهای جناب حضرت امام ابو حنیفه شخصیت پیدا شد با نام، در زمان حضرت حسن بصری شخصیت پیدا شد با نام واصل ابن عطا، یک مکتب کلامی معتزلی را ساخت. بعد از او عمرو ابن عبی یا مکتب های حشویه ساختند، مانند جوهم ابن صفوان یک مکتب های حشویه ساختند، یک مکتب های پر از تشویش ساختند در خداشناسی. جوهم ابن درهم، محمد ابن کرامی سیجستانی، اینها در هر یک دوره پیدا شدند. تو به امروز دوره ما در عقیده های تکفیر و عقیده هایی که سر تا پا غلط هستند، امروز که در فکر و عقیده و ادراک مردم خطر ایجاد میکنند، فراوان امروز هم چه از جانب مذهب های ناپیدا و جرایان های ناپیدا در مسیر تاریخ از تشیع و از این اهل تکفیر خیلی زیادن. در همون زمان هم میگه خیلی زیاد من اینها. یکی از شخصیت ها عالم برجسته که ما از او دلیل می بیاریم، از او گپ می زنیم، از او صحبت میکنیم، که در این دوره خیلی شخصیت ها خود در منهج به این شخصیت پیرو می دانند، در این شخصیت فقه را قبول دارند، عقیده را قبول دارند، حتی که بسیارتر بسیارتر سرچشمه های عقیده امروز ناب تکفیری از این سرچشمه می گیرد. ما از کتاب های بزرگ این شخصیت در همینجا اقتباس می بیاریم، نمونه ها می بیاریم. این شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیه است. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه
چی میگه در کتاب منهاج السنه؟ لیکن خداوندی تعالی بر بندگانش بر گزیدن پیشوایانی که ایشان برای امت اسلام مرجع و سخن صدق بودن رحمت کرد. گفته خداوند یک رحمتش همین است که برای امت اسلام اماما را داد، بزرگا را داد، نماینده ها را داد، پیشواها را داد که اینا یک رحمت خدا بین ما آمدن، حق گفتن. بعد گفته به مثل چهار امام مذهب و دیگران. اول گفته امامای چهار مذهب و دیگران. این امامان اهل کلام را از جمله جهمیه، پیروی جهمی ابن صفان که خدا را جسم گفت، که خصوصا ابن تیمیه هم قایم به جسم بودن خداوند قایله، بنابر همین سبب او را مجسمه عصر می گفتن. خدا را مکان تشبیه می داد، خدا را جسم تشبیه می داد، ولی مسئلهش می بیاد انکار میکردن. سخن آنها را درباره ایمان و صفتهای خداوند رب العالمین رد میکردن. همه بر آن چیزی که اعتقاد سلف درباره دیدن خداوند تعالی در آخره، درباره آن که قرآن کلام خدا و غیر مخلوق است و این که ایمان البته در آن تصدیق و قلب زبان ضرور است، اتفاق داشتند. در کتاب منهاج السنه کتاب الایمان صفحه 350-351 این اماما رؤیا دیدن خدا را در بهش انکار نکردند، قرآن مخلوق نگفتند، چیزی که منهج سلف صالح بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه بزرگ دم عقیده موندند. اینا حشف نگفتند، میگه غلط نگفتند. اینا چهار امامی هستند که از راه حق بیرون نبرآمدند، چیزی که بر همون سلف صالح بود میگه همون آورده رساندند و بعد میدیدند اهل کلام و فلسفه را. از آن جمله گفته است کیا بودن اینها؟ اینها می گفتند که خداوند در روز قیامت دیده می شود. این مذهب صحابه و پیروان ایشان است از اهل بیت و دیگران. این مذهب پیشوایان مطبوع ملت گفته است، مثل مالک ابن انس، مثل صوفیان ثوری، مثل لیث ابن سعد، مثل اوزاعی، مثل ابو حنیفه، مثل شافعی و مثل احمد، امام احمد ابن حنبل، همشان بر همه عقیده بودند و عقیده اینها عقیده حق و راست است. منهاج السنه جلد 2 صفحه 106 شیخ الاسلام ابن تیمیه. امروز مقصد پیروان این امام بزرگ چگونه یک ناسزایی گویی ها، نا احترامی ها نسبت چهار مذهب میکنند، اما این شخصیت ببینید که چقدر یک شخصیت بزرگ در عالم اسلام هستند. شیخ الاسلام ابن تیمیه از اعتقاد امام شافعی پرسیده شد، در این کتاب منهاج السنه آوردن، از اعتقاد امام شافعی پرسیده شد، او چنین جواب گفت: اعتقاد امام شافعی و اعتقاد سلف امت مثل مالک ثوری، اوزاعی، ابن مبارک، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویه و امام ابو حنیفه یک می باشند. اینا یگان گرفته در عقیده جدا نیستند. این اعتقاد اعتقاد مشایخی است که به آنها اعتقاد کرده شده است، مثل کدام؟ فضیل ابن عیاض، ابو سلیمان دارانی، سهل ابن عبدالله تستری و غیره در یک عقیده بودند. این اعتقاد میگه اینها از صحابه و بعدا از پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتند. بین این پیشوایان و امثال آنها یگان نزاعی در مسئله اصول دین نبود، میگه اینها یگان نزاعی نداشتند. این چون ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتقادی که از او ثابت است در مسئله توحید، قدر و مانند آن موافق تمام امامان باقی مانده گفته یک رنگ می باشند و در اصول در فوندمنت خداشناسی یگان درشتی غلطی ندارند. اعتقاد همه امامان، اعتقاد صحابه و اعتقادات تابعین، همشان اعتقاد ایشان همشون صحیح و درست می باشد که بر آن دلالت کننده از کتاب قرآن و سنت مجموعه الفتاوا جلد 5 صفحه 256. ابن تیمیه موجود قایم به نفس ولی غیر قابل اشاره حسی و غیر قابل رؤیت را انکار میکند. ابن تیمیه برامی عقیده رفت که گفت که خداوند قایم به نفس است، موجود قایم به نفس است، دیده می شود، لیکن اشاره نکرد که به چیز، رنگ دیوال، رنگ کوه، نه این نگو، دیده می شود، هست، به خداوند تشبیه داد،
بنابر همین سبب آیات های متشابه چقدر شده به خداوند مکان تشبیه داد. همین قول ابن تیمیه سبب شد که او را مجسمه میگن، میگن خدا را به جسم گفتنش قائل شد. در رد این اتهام او در منهاج السنه به طرق و وسایل زیاد متوسل شد و معنای جسم را در لغت قرآن و فلسفه تحلیل تفصیل کرد که مقصد از جسمان گفتنی من او ترکیب و تراکیب نیست، خوش منزه کرد. لیکن بنابر همین سبب صفات خداوند در مسئله آیات متشابه مثل دست خدا، روی خدا، مثل ششتن خدا، مثل مقصد در عرش بدن او اثبات میکرد. بنابر همین سبب خصوصا در منهاج السنه دم میبیاره که میگه خداوند در قرآن آیه و یگان سوره و آیه نه آفریده است که مردم او را ندانند. میگه باید او را همه مردم دانند، همه او را میگه مردم میدونه، همه او را مردم میگه میفهمه، حتی که آیه های مقطعات میگه مردم درک میکنن میفهمن و تفسیر کردن اونها و روشن گفتن آیات های متشابه غیرت کرد. حتی که ذهبی میبره در منهاج السنه رو مختصرش مینویسه، میگه مقصد از جسم گفتن شیخ الاسلام این است که در او میگه ترکیب نباشه، میگه مرکب نیست، میگه مقصد ای جسم گفتنش میگه اون است که ما از قابل اشاره و درک او دوریم. اما دیگری از علما اثبات کرده است که میگه نه، حتی که به جسم گفتن میگه در کتاب در چند جا اشاره ها شده است که ابن تیمیه بر همین عقیده رفت، اما مقصد در یکون جا لفظ ما نمییویم گفته است که اون را رد کرده باشه خودش، با جسم گفتن خدا گفته است مقصد چندین کلاماش و معیلاش در کتاباش یافت می شود. این چنین لفظ جوهر و متحیز نیز از همین قبیل است. من خدا را جوهر گفتن رو وارد کردن فیلسوفا، خداوند تحیز رو آوردن، رنگ رو آوردن، عرض رو آوردن، مسئله های مهمی که از علم فیلسوفا در مسئله خداشناسی در اومد میگه، یکی از نوآوری هایی که در همین کلام ابن تیمیه دیده می شود میگه همین است. و اما درباره آن که خداوند در مکان نیست، ابن تیمیه چنین می نویسد: گاه از مکان چیز در برگیرنده احاطه کننده و ما یحتاج الیه را اراده کرده می شود. گفتم مقصد از مکان شما نگید که خدا اون مکان گرفته، مقصد از مکان هم اینه که او ماورای طبیعت های ماورای این آسمان های این از این مکان ها بیرون های عقل و ادراک مفت او را در کرده نمیتونه، او محتاج نیست به اون چیزی که در عرش باشه. امروز هایی که مقصد شخصیت هایی که تنه میزنن به این که از این کتاب ها خوندیم، از این کتاب ها این شخصیت در کتابش آورده است که المنتقا من منهاج الاعتدال صفحه 86-87 گفته شما از آن چیزی که مکان گفته از خدا، شما در اون گفته مالا یحتاجی را فهمی، خدا محتاج به مکان نیست گفته، این مکان هایی که شما تشبیه میده این نیست، این غلط است گفته است. حتی خودش به خدا را مکان بدنش گفته است این شما نگویه که مکانی حقیقیه که ما امروز دادیم و میبینیم این نیست، اصلا این میگه اعتبار نداره. اعتبار چیه میگه؟ خداوند میگه مالا یحتاج، به یگان تی محتاج نداره، ماورای آسمان و زمینه، ماورای عرش اینه که درک ما فهم ما او را درک نمیکنه. مقصد شما کتاب منتقا من منهاج الاعتدال صفحه 86-87 نسبت این شخصیت بینه، یا کشف الثمر صفحه 47-48 از این شخصیت شما مقصد بینید و چیکار کنید دربار و اختباس برین. از نوشته های ابن تیمیه در این مقام اختباس آورده به این مقصد است که بعضی افراد که خود را در همه چیز پیرو این شخصیت می حسابند، گاه از دایره انسان بیرون رفته نسبت بزرگان مذهب گپای ناسازان میگن. این شخصیت در کتابش خود در صاحب مذهب احترام کرده، اگرچه چهار امام مطبوع از بزرگان سلف بوده و تزکیه مثال ها مثل ابن تیمیه اصلا امام های اهل مذهب چی مالکی باشد، چی شافعی باشد، چی حنبلی باشد، چی حضرت امام ابو حنیفه باشد، اینا محتاج به تازه بودن و محتاج به صفت نامه و خاراکتریسکا دادن ابن تیمیه هم نیست، اینا به گفتار اینا بزرگان. اما این شخص از زبان انصاف گپ میزنه که اینا رایت سلف گرفتن، رایت مقصد گپ صحابه را گرفتن، یگان تا اینها به ناحقی نرفتیان، چیزی که بز غالب گمان کار اینا حقه در اعتقادات و در فروعات در فقه اینها رای غلط نگرفتیان، اینا مذهبای حق هستند و مذهبای برحق هستند، برای این اتفاق علما است. مقصد هیچ معلومی را گفته نمیتونیم امروز که این شخصیت اینا را تزکیه کرد و توصیف داد، اکنون مقصد با توصیه و تفسیف اینها اینا بالا شدن، نه به این هم یا بزرگم به این هم اینا در همه عصرهای طلایی زندگی کردن. اما این شخصیت میگه که در کتابش آورده است که شما از این امامو پیرو باشی، این امام ها حق گفتن بر حق هستن و امروز کسی که پیرو است به امامی بزرگ باید در عقیده و رفتار و کردار مثل امامشان
مثل یعنی شخصیت بزرگ باشن در عالم اسلام که یک از علما هست. من برایش اقتباس این آوردم پارچه پارچه که امروز به نهایت یک نوعی مبارزه های فکری و ذهنی اطلاعاتی رفته استادیان از کلام شخصیت آورده استادیان امام های چهار مذهب و بعد اینو موندستیان یک نوع فتنگری در میان رفته استادیان. اما این شخصیت در کتابش دیگر خیلی برامد داره، میگه نه روی انصاف اینه. علامه صدیق حسن خان همین را اختیار نموده میگوید که پس مذهب ما مذهب سلف است. اثبات کردن صفات برای خداوند به تشبیه و تنزیه خداوند به تعطیل صفات و این مذهب ائمه اسلام مثل مالکی، شافعی، ثوری، ابن مبارک، امام احمد و امام ابو حنیفه و دیگران می باشد. امام صدیق حسن خان میگوید که مقصد به خداوند دارای صفات ها است. ما را مانند نمیکنیم، خداوند پاک ای از آن چیزایی که ما را فکر میکنیم، خداوند دارای اراده ای، دارای مشیت ای. ما همه ای را میگه به خدا اثبات میکنیم، اما ما نمیدونیم تشبیه او چخلیه، کیفیت او را ما نمیدونیم، ما تعطیلش نمیکنیم. تعطیل یعنی چی؟ نقص نمیبریم در صفات خداوند مثل معتزلی ها. ما چیزی را که میگم مذهب سلف ما به همون میرویم که در او مالکی و شافعی و اسحاق ابن راهویه و امام ابو حنیفه و امام احمد ابن حنبل بود، به همین میرویم. این چنین ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتقاده که از این امام ثابت است موافق به اعتقاد دیگر ائمه میباشد که کتاب و سنت بر آن دلالت میکند و استواره. عقیده امام ابو حنیفه گفتهش صدیق حسن خان در کشف و سمر که از عقیده اهل سنت و جماعت یگان کمبوتی نداره، مرجعش مرجع هموهای، روش روی همونهای، درستش درستی همونهای. در این میگه شما یگان دلیلی نادرست بودن شما نمیابه. چیزی که عز گفته در دایره قرآن های، در دایره حدیث های جناب پیغمبر های، در دایره اعتقاد درست و سلیمه که از جناب پیغمبر به صحابه آمده، از صحابه به تابعین گذشت، از تابعین به امام آمده، از امام تابعین امروز به صاحبان این مذهب و پیروان این مذهب آمده رسیده است، همش بر حق بودن و بر حق میمانند. به فضل الله ما سلسله بحثامون، سلسله عملامون ان شاء الله به فضل الله در دیگر روزنامه های روزمان، برنامه های روزمان ما اکنون عقیده حضرت امام میکشایم تا به این که ما رای حق و حقیقت یابیم و با آن پیرو باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.